این سناتوران از رئیس جمهور میخوان که در دومین نشست مقدماتی چهار جانبه برای گفتگوهای سال باید به تمامی ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور اهمیت گذاشته شود. این سناتوران تاکید می‌ورزند که تمامی مشکلات پیچیده کشور در این نشست‌ها به گونه‌ای روشن مطرح گردند. پاکستان دومره مکار حکومت ده که داده اومن لسبار ازی سروبی لپلو در ازی داتا ده این دولا که به مزار کم پریدی په دې موردم زموږ د رئیس صاحب جمهور نه دا خواهش دی چې زموږ عمده غوښتنې د صلحې په ټولو مذاکرو کې په نظر کې ونیسي چې هغه د افغانستان ارضي تمامیت ته احترام دی، البته بشپړ احترام دی. دوهم استقلال زموږ دی، څوارلس کلن تېرې لاسته راوړنې دي، د خوند او ښځینه او حقوق دي. در همین حال این سناتوران میگویند که نسبت به این نشست های مقدماتی برای گفتگوهای سال خوشبین اند و از آن اعلام پشتیبانی کردند. په کابل کې چهار جانبه مجلس ته موږ ورته خوشبینی و د خدای دی وکړي چې دا مجلس واقعا د سولې په نوم افغانستان ته سوله راوړي. آمادگی مذاکرات سول در افغانستان برگزار میشه، در کابل حمایت میکنم و به امید ازی که این مذاکرات صلح که به خاطر مذاکرات صلح به خاطر آمادگی های مذاکرات شروع شده نتیجه مثبت بده. قرار است دومین نشست مقدماتی چهار جانبه گفتگوهای صلح فردا در کابل برگزار شود و روی نقشه راه این گفتگوهای صلح که کابل آن را ترتیب داده است با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا گفتگو صورت گیرد.